ادامه برنامه صبح زندگی با شما هست، ما را همراه باشین. متاسفانه که گزارش حفیظ امیری را نتونستیم داشته باشیم به خاطر مشکلات تکنیکی، و امروز هم روز جهانی زردی سیاه است. اینکه زردی سیاه چی هست، چی عوامل داره، تداوی و پیشگیری چگونه هست، ما یک بسته معلوماتی را هم داریم تقدیم شما میکنیم و بعدا مهمانان خیلی گرامی داریم در مورد زردی سیاه بیشتر میخوایم صحبت بکنیم. بسته معلوماتی در رابطه با زردی سیاه. زردی سیاه عبارت از التهاب جیگر توسط ویروس نوع B میباشد. هپاتیت بی و زردی سیاه یک عفونت کبدی جیگری خطرناک ویروس را به صورت مکمل از بین میبرد. اشخاصی که فاقد ویروس شدند جهت اطمینان خاطر که ویروس دوباره بروز نکرده باشد 6 ماه الی 1 سال بعد باید از طریق خون شکل فعال آن توسط معاینه PCR چک گردد. بله، امروز هم روز جهانی زردی سیاه است. باید ما چی کار بکنیم تا که از این امراض به دور بمانیم؟ مهمانان خیلی گرامی داریم. محمد صالح احمدزی، دکتر چینل متخصص داخل عمومی با ما هست و دکتر حسینا حاجیزاده خواستند که بیاین در برنامه، محبت کردن و چند سمپل از همکارای ما داشته باشند، ببینند که در بین ما کیها زردی سیاه داره یا خیر، آیا زردی سیاه وقایع و جلوگیری داره، تداوی داره و چی امراضی هست که باید ما از این دوری بکنیم. جناب دکتر صاحب سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به برنامه صبح زندگی. تشکر، خوش باشین. من هم سلام های خود را خدمت شما و بینندگان محترمتان و همچنین خدمت همکاران تکنیکی تقدیم میکنم و بسیار زیاد تشکر میکنم از هیئت محترم رهبری تلویزیون آریانا که چنین برنامه را ارگانایز کردن که به خاطر صحت مردم، به خاطر جلوگیری از امراض بسیار مهم و ارزنده هستند. سپاس. و همچنان دکتر حسینا حاجیزاده، شما هم خوش آمدین، صبحتون بخیر. تشکر، خوش باشین. سلام خدمت شما بینندگان محترمتون، تشکر از دعوتتون. سلامت باشین. جناب دکتر صاحب، امروز روز زردی سیاه هست در جهان، چرا؟ تشکر. دکتر بارک بلومبرگ دکتری بود که برای اولین مرتبه در سال 1967 امی ویروس زردی سیاه ایرا کشف کرده. وقتی که ما زردی سیاه میگیم، هدف ما هپاتیت بی هست که اصطلاح طبی هست، چون این حال عام شده بین مردم که زردی سیاه و زردی سفید و زردی زرد یه انواع دیگه اش است. این دکتر در سال 1967 که ویروس کشف کرد، سر از این بسیار کار کرده و دو سال بعد واکسین از این ساخت که ما همه مردم تا امروز از واکسین از او بهره مند میشیم و در مقابل زردی سیاه ما جلوگیری میکنیم از این مرض. و این دکتر در سال 1976 باز جایزه نوبل گرفته که از طرف WHO و CDC و دیگر مقام های زیر ربط در بخش صد که هستند. به این خاطر روز 18 جولای 28 جولای که امروز هستند، این مصادف به روز تولد امی دکتر بارک بلومبرگ هستند. به می افتخار این روز در تمام جهان به نام روز جهانی هپاتیت یا زردی های ویروسی در هر گوشه جهان تجلیل میشه و هدف از این است که به مردم آگاهی داده شود که زردی سیاه چگونه مرض است، قابل پیشگیری و جلوگیری است یا نیست، تداوی میشه، چه قسم تشخیص میشه. این روز در تمام جهان تجلیل میشه. بله، این زردی سیاه چطور سرایت میکنه بر بدن انسان ها و عوارض جانبیش چقدر خطرناک است یا خیر؟ تشکر. من باید یک آمار که در مجموع امی ویروس هایی که سبب هپاتیت یا زردی میشه در وجود انسان، سالانه تقریبا 2,354 میلیون نفر از باعث با امی زردی سیاه و زردی سفید که هپاتیت سی است به شکل مزمنش این هم مصاب هستند، 354 میلیون نفر و اضافه تر از 1 میلیون نفر سالانه از باعث از این مرض فوت می کند. یعنی در هر 30 ثانیه یک نفر جان خود از باعث اختلاطات از این مرض که سیروز جگر است و سرطان جگر است، اینها از بین میره. در هر 30 ثانیه یک نفر در جان از بین میره. یعنی خطرناک کشنده هم. بله بله، بسیار خطرناک است، کشنده است. چرا؟ به سرطان جگر و به سیروز جگر که جگر دیگه از فعالیت میفته کار نمیکنه، به این تحول میکنه و سبب عظیمی دو حالت میشه که با سبب مرگ انسان ها میشود. این سرایت هپاتیت بی زیادتر از طریق خون است. اگر یک شخص مصاب هپاتیت بی یا زردی سیاه باشه، این خون خود اگر شخص دیگه اهدا میکنه، او را هم میتونه که زردی سیاه بگیره. دیگه از مادر که زردی سیاه دارد، در وقت ولادت میتونه که این زردی سیاه به طفلش انتقال کنه.
دیگه طریقه سرایت از زیاتر از طریق سوزن ها و سرنج های منتن است که اگر یک شخص زردی سیاه داشته باشه با او سرنج برش یک دواز عرق شوه یا سمپل خونش داده شوه همین سرنج اگر بر شخص دیگه استعمال شوه میتونه که او شخص دیگه هم منتن شوه و این کار در بعضی کسایی که معتاد هستن بسیار زیاد عام است چرا اونها اکثرا از یک سرنج به خاطر تطبیق مواد مخدر استفاده میکنن بنان وقات زردی سیاه هم در اونها زیادتر است دیگه کسایی که خالکوبی یا تاتو میکنن در اینجا هم میتونن که سبب انتقال زردی سیاه پیش از اینها شوه کسایی که مثلا گوش های خود سوراخ میکنن باعث میشه که اگر این سوزن همین شخص منتن باشه با می سوزن باز گوش های دیگه کسا سوراخ شوه او را هم میتونیم که ما منتن بسازیم همچنان از طریق سامانالات مثلا ماشین ریش که ما ریش خود تراش میکنیم اگر در سلمانی میریم این سامان ملوث باشه و ریش ما یک ذره روی ما تخریش شوه حالا اگر پرخون شوه و بعدا شخص دیگه ریش خود مجسلا میکنه میتونه که به اون انتقال کنه همین قسم در آرایشگاه اگر خانم ها به خاطر آرایش مراجعه میکنن میتونه که سبب انتقال از این مرض شوه همچنان از طریق مقاربت های جنسی میتونه که انتقال کنه از یک شخص به شخص دیگه در مجموع تمام مایع بدن مثلا که اگر خون است که اگر دیگه مایع بدن است اگر لعاب دهن انسان است میتونه که سبب انتقال مرض از یک شخص به شخص دیگه شود آه بسیار خوب نکات خوب را اشاره کردین دکتر حسینا حاجی‌زاده هم در کنار ما است خوشبختانه که هم کارهای ما که در بخش بانوان هستن میتونن سمپل گیری بکنن بانوان چقدر علاقه دارن که بیاین سمپل بتن و شما ردیابی بکنین که آیا اینا زردی سیاه دارن یا خیر در افغانستان خود دکتر صاحب کمتر مروج است که بیاین به اصطلاح معاینات داشته باشن که آیا ما زردی داریم نداریم خب بانوان نمیفهم که علاقه دارن میاین به سمپل دادن یا علاقه دارن میاین بخصوص حالا که کم علم پیشرفت کرده فهمیده شدن میاین سمپل میگیریم تست میکنیم و بعد برشون توصیه وقایی خودم میگیم بسیار خوب انواع زردی ها خب بچه نوست دکتر سو میخواییم بپرسیم که کدام نوش بیشتر خطرناکتر است مزمن است که باید ما چرا هم جلوگیری بکنیم چیگونه باید وقایه بکنیم چیگونه باید تحت دکتر سایبا مداوا در نظر داشت باشیم تا اینکه ما خدای نخواسته به این امراض پیشرفته نشه تشکر پنج نوع ویروس است که سبب هپاتیت یا التهاب جگر میشه یکی هپاتیت ای است که مردم ما به نام زردی زرد میشناسن که زیادتر در اطفال مروج است و ای از طریق دهن انتقال میکنه مثلا اگر ما آب و غذایی که ملوث با ویروس باشه ای را بخوریم ما به این زردی زرد مصاب میشه دیگهش هپاتیت بی یا ویروس هپاتیت بی است که امید مردم ما به نام زردی سیاه میشناسه که بسیار خطرناک است و زیادترین وقایع هم عظیمی است و خطرناکترین شما امین نوش هست که دیگه نوش که هست هپاتیت سی یا زردی سفید به بین مردم به این نام یاد میشه که این وقایعش باز کمتر است ولی همین شکل بی و سی که از اینها اکثرا به شکل مزمن تحول میکنند یعنی زردی سیاه و زرد زردی سیاه و سفید یعنی بی و سی و همچنان یک ویروس دیگه که به نام هپاتیت دی یا دلتا ویروس یاد میشه و نوع پنجمش به نام هپاتیت ای یاد میشه هپاتیت ای و ایش که از ای از طریق دهن انتقال میکنه و دیگه که از طریق خون و هپاتیت بی که زردی سیاه و سی که زردی سفید میگن و هپاتیت دی که است اینها شکل مزمن تحول میکنن یعنی دوامدار میشن ولی شکل هپاتیت یک از زردی زرد یکی از فکر به این مصاب شده دیگه معافیت حاصل میکنه باز دیگه به شکل مزمن ای باقی نیمانه بیخی خوب میشه ولی شکل بی و سی که از اینها به شکل مزمن تحول میکنن که سبب لیور سیروز و سبب سرطان جگر شده میتونن و تست هایی که شما پیشتر از دکتر صالح حسینا جان پرسان کردین ببینید یکی از شعارهای سازمان صحی جهان در سالهای قبل میده که شما هر چیز زودتر تست کنید و ما هم به این خاطر که همکارای ما از شفاخانه آمدن که اینجا هم از سابقه اونا هست گفتن اگر سمپل گیری کنن و هم از سابقه ذکور ما تشکری خاطر... میکنیم به این خاطر که شما به این خاطر در هر دو صورت اگر یا ما پیام به تمام عمتانه عزیز ما میمی هست که هر چیز زودتر اینا تست کنن در هر دو صورت فایده از اینا هست اگر تستشان مثبت هم باشه هم فایده شان است به خاطر که مرضشان تشخیص میشه و تداوی مقدمتر نزدشان شروع میشه عمرشان طولانی‌تر میشه از اختلالات مرض جلوگیری میشه و اگر تستشان منفی بود باز هم خوش باشن که تستشان منفی است ولی اگر واکسین نکرده باشن باز کوشش کنن که واکسین کنن و این هم باید یادآور شم که زردی زرد یا هپاتیت ای واکسین داره در دو دوره تطبیق میشه و واکسین هپاتیت بی یا زردی سیاه که ای هم واکسین داره این در سه دوره در سه دوز تطبیق میشه و خوشبختانه که در افغانستان ای حال پیدا میشه ولی شکل سی که است ای واکسین نداره
شکل سر. خب این باید امو اهتمامات افزود صحیح شخصی مردم مراد کنند و دیگه در قسمت سمپلگیری، در قسمت مریضایش با تماس می باشند، خون و ایزدار بسیار متوجه باشند که نشه که در وقت زرق کردن یا ای که سمپل خونه کسی میگیرند که یا خودشان امین سوزن یا زخمی نسازه که منتنشن و دکترایی که مثلا عملیات میکنن، مثلا کسایی که هپاتیت سی دارن باید خود نگهداری کنن که در وقتی که عملیات میکنن با خون از مریضایی که زردی سفید دارن یا هپاتیت سی که ملوث نشون که یا مصاب نشون. بسیار خوب دکتر سبسینو، چی تعداد بانوی تلویزیون آرینا را خواستین که بیاین سمپل بگیرین، در نظر گرفتین؟ بله، هر چقدر که باشن یا بخواین که سمپل بگیریم میگیریم. آها، انشالله که معاینات همینجا صورت میگیره یا سمپل گرفتن میریم به طرف شفاخانه؟ همینجا صورت میگیره. بسیار خوب. این زردی، انواع زردی ها را که گفته نزد آقایان بیشتر از دکتر سیو نزد خانم ها؟ خب زردی سیاه یا هپاتیت بی هست زیادتر در مردها اوقاتش بیشتر است و یک دلیلش هم که من پیشتر گفتم کسایی که معتاد هستند، این همچنان در کشور ما معتادین طبقه ذکور زیاد است و در تمام جهان همین قسم و یا از سرنجایی که به شکل مشترک استفاده می کنند، در مجموع زردی سیاه در نزد مردها بیشتر دیده می شود. ولی مرضی است که هم اطفال، هم جوانان را، هم کلانسالان را، همه را مساو ساخته می تواند و مرضی است که در تمام کشورهای جهان وقوعات دیده میشه، ولی در کشورهای آسیا میانه، در کشورهای آفریقایی، در کشورهای روبنکشاف وقوعات از نسبت به کشورهای پیشرفته وقوعاتش کمتر هستند. اونها حالا واکسین میکنن و یک شعار دیگه یا استراتژی که WHO ساختن که تا سال 2030 باید ما دیگه هپاتیت بی یا میزردی سیاه نداشته باشیم. یک مرض است که واکسین داره و این قابل وقایه است. چرا باید مردم به این مرض مصاب باشه؟ همه باید بدانن، واکسین بکنن و از این مرض توسط واکسین جلوگیری کنن، پیشگیری کنن. و من به صبرانه دیگه ترسم خوردم. من به صبرانه منتظر هستم که از همکارای شما خواهش شود که بیاین اینجا یک تست یا یک سمپل از من گرفته شود که من بفهم که خدای نخواسته ما با این سه نوع زردی که شما اشاره کردین مبتلا نخواد باشم دکتر صاحب. دیدی شما نه، ان شاء الله. بازم من به تمام همتون عزیز خود میگم که هنوز هم وقت است اینها تست بکنن. در هر دو صورت گفتم شما تست بکنین، در هر دو صورت به نفع صحتتان است. اگر شما مثبت هم باشین به نفعتان است، شما تداوی مقدم تر پیشتون شروع میشه، از اختلالات مرض جلوگیری میشه. و اگر منفی هم باشین خب بیا از خوش میشین و فکر میکنم دکتر صاحب آماده است. بفرمایید. امیدوارم که ما هم، اگرچه ورزشکارا میگن خونشان هم شفاف است و صحتشان هم خوب است، در ورزش ورزشکارا هم است یا خیر؟ بفرمایید دکتر. سلام بر شما. بله، این مرض در همه مردم دیده شده میتونه و اکثرا اعراض علائم ندارد. بسیاری کسا رو شما دیده باشین که میرن به یک کس خون اهدا میکنند، برای یک زخمی یا یک برای مریض دیگه خون میتن. وقتی که خونش در بانک خون مرکزی که میگیرن، اول ای از طریق از خاطر زردی، از خاطر اچ آی وی یا چک میشه تا نشه که باز این خون منتن باشه، کس دیگر منتن نسازیم. وقتی که میرن خون خود میتن، میبینن که زردی دارن. بازی ها بسیار جگر خون میشن که ما اومدیم که برای کس کمک کنیم، خون میتیم ولی ما زردی داریم. اینا اگه از قبل متوجه باشن، تست متوجه نبودن، هیچ خبر نداشتن اصلا و هیچ اعراض علائمی هم نمیداشته باشن. یا بسیاری کس هست به خاطر چکاپ میرن. بله. چکاپ میرن وقتی که معاینه میکنن پیشون زردی مزدات نبرایه. یا بسیاری وقت مثلا خانم های عامله‌دار وقتی که ولادت میکنن در شفاخانه، در جریان ولادت خونشان چک میشه از خانم های عامله دار که زردی اگر داشته باشن، که باز اطفالشان رو باید ما واکسین کنیم در بسیار ساعت اول. وقتی که میبینن اصلا سابق زردی اعراض علائمش ندارن، خونشان که چک میشن میبینن که زردی دارن، مشخص است که در خونشان کم بودن میشن. زیاد بودنش در خون دیده میشه. خب یا نه، همین که مثبت نو میگیم، بازی مانات پیشرفته دیگه که PCR است که باز تعداد ویروس ها را در خون نشان میده که چقدر ویروس در خون از وجود داره. دکتر صاحب اجازه است؟ بفرمایید. امی لحظه تست میشه و امی مشکل نیست که تشویش نکنید. ما بفهمیم بیدین دو هم بفهمیم که امی حالا چک میشه. دکتر صاحب ما آماده هستم دیگه. بفرمایید. دکتر صاحب یک چیزی که رواج در افغانستان دیگه، کشورها چکاپ میکنن هر 3 ماه یا قانونش 2 ماه یک ماه، و در افغانستان 20 سال 30 سال میگذره کس نه چکاپ هست نه هیچ. بله، چکاپ هم کسایی که مثلا 20 تا 30 سال عمر داره، اینها کوشش کردن 3 یا 4 سال بعد چکاپ بکنن. کسایی که 30 تا 40 سال عمر دارن کوشش کردن 2 سال بعد چکونن. کسایی که از 40 سال عمرشون بالاست کوشش کردن سال یک مرتبه حتما چکاپ کنن. چکاپ هم بازنوای مختلف دارن. خب زیادتر در کسایی که از 40 سال عمرشون زیاد میشه، یگان امراضی است که باید دوره چکاپ بکنن. چرا؟
عمو چکاپ صحیح که یک تعداد امراض نهفته که در وجود ماست و ما از او آگاه نیستیم که یکی از جمله هم همین زردی و سیاست این برملا میشه برای ما تشخیص میشه یعنی ضرور است مهم است بله بله خب دکتر صاحب جمشید جان میشه که شما یک راستین تا نه خاطر راستین شما یک دست خوبه باشه ما با مایک و گوشکی ها خوبه شما اگر میشه میشه ما فهمیده بودم دکتر سمروز پیرن یخن قاق نپوشته بودم بلوز پوشیده بودم باش دکتر سمروز میداریم دوست بعدی رو بگیریم نه همین دوست سمروز من از دوست راست دارم نه تا شوش نکنین انشالله باش دکتر سمروز بسد خب ما آماده هستم مشت باشه دکتر صاحب؟ مشت باشه ما از هم خاطر همکار ما که آمدن است به خیلی اون از مرکز خواسته باشن سمپل گیری شدن بله بله بسیره جان بسیار مهم است که در برنامه امرای من میباشه بله. اونا هم فهمیده شد خدا رو شکر که پرودیسر برنامه ما اونا هم آماده هستن خب همکارای دیگر که مدون جان هم آماده است که سمپل بده و خوبی ایست که ما در این سمپل هم شکل بیره بفرمایید هیچ مشکلی نیست بپوشید خیلی از فرق نمیده از دکتر صاحب هم تشکر میکنم به خاطر سمپل گرفتنشون و این خوب است که دوستا بیننده های عزیزم ببینن که یعنی نیاز است که ما باید سمپل بتیم اصلا روز جهانی هپاتیت یا زردی که ما میگیم همیست که ما مردم را تشویق کنیم که شما هم تست کنین بله شما هم باید بفهمین بله هر چقدر زودتر شما اگر مریضی تان اگر به شکل نهفته در وجود تان هستک و شما از او آگاه نیستین آگاه میشین و در قسمت تداوی از او اقدام میکنین بله این به نفعشان هستک بله بنان امیر سازمان سی جان تاکید میکنه در تمام جهان این روز تجلیل میشه که شما واکسین زردی سیاه وجود دارد ببینید ما یک جمله میخوایم بگیم که اگر شما میخواین که خود در مقابل سرطان جگر محافظه کنین وقایه کنین پس واکسین زردی سیاه را بکنین بله واکسینش خوشبختانه ارزان هم است و قیمت نیست در سه دوره میشه اگر فقط کس واکسین کرد یک ماه بعد باز زرق دوم میشه میگیره و شش ماه بعد زرق سوم میشه یعنی بعد از تست دکتر صاحب من میتونم واکسین شوم بله اگر شما منفی بودین هپاتیت بیتون منفی بودک نداشتین میتونین که واکسین بکنین واکسینش در سه دوره میشه گفتم یک دوز اول میگیرین یک ماه بعد یک شش ماه بعد حتما واکسینو با خود آوردین دکتر واکسینش با تاسف که ما ناوردیم نه خب واکسین شما قیمت نیست و در هر جای گفتم فعلا پیدا میشه خوشبختانه در کشور ما و این بسیار مهم است که با شما هم واکسین بکنین بله از این خاطر در صورت مثبت منفی باید واکسین بکنین در صورتی که مثبت باشه نه باز اقدام به تداویتون میکنیم باز پی سی آر و یگان معاینات دیگه است که او را باید اجرا کنیم که مو لود وایروس در خونتون معلوم کنیم که چقدر تعداد ویروس در خون شما وجود دارد که کریتریاهای خاص خود داره که باز باید ما را تداوی کنیم بله ببینید امی زردی سیاه یگان وقت میگن که فعال است یا غیر فعال که میگن بسیاری کساست که زردی دارن به شکل مزمن ولی غیر فعال است تداوی نیاز نداره اصلا هیچ و او را مردم به حساب میگن که زردی مرده است یا غیر فعال است و در صورتی که فعال باشه او باز روز به روز لود ویروس در خون زیاد میشه تخریبات در جگر زیاد میشه و آهسته آهسته در طی 10 سال یا مثلا زیادتر از او مریض به طرف لیور سروز و به طرف سرطان جگر میبره ایتو زودم کسر از بین نمیبره که ما بگیم کسی که اگر زردی سیاه داشته باشه یعنی ده ها سال کار است که آستا جگر از این تخریب میشه و یا یکی پیشتان سرطان جگر پیدا میشه قضود تحول نمیکنه به سرطان جگر به عنوان آخرین سوال دکتر صاحب در گذشته ها همی زردی اطفال که میداشتن یا کسایی که زردی زرد میداشتن بازی را نزد کسایی میبردن که زردیش بریده شوه از دید که شما او زردی بریدن زودتر نتیجه میده یا فعلا در زمانی که ما شما در تکنولوژی پیشرفته قرار دارید باید تداوی و درمان شود ببینید سوال خوب اشاره کردین شما همین که در اطفال زیادتر زردی دیده میشه و این بسیار ساری هم است یک دفعه که در خانه گرفت میتونه که دیگه اطفالشون بگیره همسایه‌هاشون هم تا بگیره
ایره زردی هپاتیت ای میگن. بله. یا می زردی زرد. چرا همچنمایش زرد میشه، هم جلدش کج زرد میشه. اشتیاهش خراب میشه، استفراغ میکنه، در قسمت علوی بدن خود درد در طرف راست قسمت جگر میداشته باشه، چربی را تحمل نمیتونن، جان درد میباشن، مفاصلشان درد میکنن، یکان اصحالات و استفراغات هم پیش طفل پیدا میشه. ای تکلیف در صورت که ویروس داخل یک طفل میشه 14 الی 28 روز بعد پیش از این اعراض یا زردی آسته آسته به وجود میاد. وقتی که این به وجود آمد در ظرف مثلا 2 هفته یا تا 3 هفته تا 6 هفته این کاملا پس خوب میشه. تداوی خاصی وجود نداره زده ویروس مبارز دوا بتیم. صرف چیزی که بسیار مهم است که چون طفل اگه استفراغات داره ما یگان سیروم اجزا برش میتیم که وجودش پس دوباره پوره شوه و دیگه ای که یگان تداوی تقویتی میکنیم و مریض زیر مراقبت خود میگیریم، دیگه کدوم تداوی خاص کار نداره. ولو که هیچ دوا هم نگیره، هیچ مثلا زردی خود نبرم، او تکلیفی است که خود خود وجود در مقابل آنتی بادی میسازه و خوب میشه و معافیت حاصل میکنه و دوباره باز به زردی هپاتیت ای یک مصاب نمیشه تا عمر خود. ما شما هم شاید در طفولیت خود تا ما هم این زردی هپاتیت ای را گذشتانده باشیم و در مقابل از حال در وجود ما انتیبادی وجود داره، معافیت حاصل کردیم، باز به اون مصاب نمیشیم. یعنی ما مراجعه کردیم که کسی هست که میگن اودیش داره این زردی را میبره با سبزه و روغن و بازی درمان میشه، این واقعیت داره؟ خب این اصلا یک تلقین شده بین مردم، او کدام چیز ضد ویروس نداره. اصلا این وجود ماست که در مقابل انتبادی می سازه و یک روحی هم تیگان یک شخصه که مثلا این را دم کرده مورال می گیره. یک نوع زردی دیگه که در اطفال مثلا مثال مروج است که در روز دوم یا سیوم پیدا میشه، طفل که نو به دنیا میاد، او هم یک زردی فیزیولوژیک است که او ویروسی نیست. او را هم یکان مردم دم میکنه یا پیاز اگر درش میندازه یا یک خونچه را دم میکنه برش، قابل تشویش نیست. او هم یک حالت نرمال و فیزیولوژیک است که دوباره در ظرف 7 روز یا 10 روز خود خود بدون دوا خوب میشه. حتی یکان شخص که پیش ما هم راجعه میگن و برش میگن که اصلا هم هیچ دوا نیاز نداره، ولی باز هم مادرایش اصرار میکنن که یک چیز برش نشه که بازم یک قطره چکان ویتامین سی یا یک چیز برش نشه میکنه که اون تسلی دل مادرش میشود. اصلا او هم هیچ تداوی کار نداره. زردی فیزیولوژیک در اطفال دیده میشه. سپاسگزار از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و امروز روز جهانی زردی سیاه در جهان است و میخوایم پیام ما شما داشته باشیم که به مردم افغانستان به خصوص در ولایات، قرا و قصبات، پایتخت داشته باشیم. تشکر. اولین پیام به تمام مردم عزیز کشور ما است که کوشش کنن که آلا وقت است یا یک تست زردی سیاه و زردی سفید بکنن. این به نفعشان است، برای صحتشان خوب است. اگر اینها زردی هم داشته باشن تداوی مقدمتر گفتن که عمرشان طولانی‌تر می‌سازه و اختلالات مرض زندگی میکنه. این یک پیام. مادران محترم و همشیرای محترم ما که زردی هپاتیت بی دارن، در صورتی که یا حامله دار میشن و وقتی که طفلشان به دنیا میآید کوشش کنن که پیش از پیش برای طفل خود دو پیچکاری که بسیار مهم است. یکی واکسین زردی سیاز دمو روز اول در 12 ساعت اول باید یا الا 24 ساعت اول باش تطبیق شود و یکی یا هم یک پیچکاری دیگه است به نام هپاتیت بی ایمینوگلوبولین برش میگن. این دو پیچکاری اگر در روز اول برشان کرد طفلشان دیگه از زردی به حساب جلوگیری میشه و وقایع میشه. پیام دیگه به مسئولین محترم وزارت صحت عمومی است که اینها کوشش کنن همین پیچکاری هپاتیتیس بی ایمینوگلوبولین در شفاخانه‌ای که خصوصا شفاخانه راوی بلخیس و مالای زیجنتون هست، شفاخانه استقلال هست که اینجا اکثرا مادرای امیدوار به خاطر ولادت اونجا مراجعه میکنن، امیر بر از نیام مهیا بسازن که دمو روز اول در صورتی که مادر تست شده که طفل مادر زردی سیاه داره، طفلک شوای دمو شفاخانه آنن برشان امی پیشکاری‌های هپاتیتیس بی ایمینوگلوبولین و واکسین زردی سیاه تطبیق شوه. بله. تشکر از دکتر حسینا حاجی‌زاده هم تشکر میکنم که امروز لطف کردن اومدن در برنامه. خواستن که بانوان که در شبکه جهانی آریانا کار میکنن سمپل بگیرن و میتونین که پیامتون هم داشته باشیم بر بانوی دیگه که دوست ندارن سمپل بتن و یا کسایی که میخواین بیاین مراجعه بکنن، سمپل گیری چقدر ساده و آسان خواهد بود دکتر؟ اول تشکر میکنم از دعوت شما. دومن پیام ما است که باید تمامشان واکسین کنن تا معافیت تمام طول عمر خود کسب کنن، حتی میتونن با 3 دوز واکسین از سرطان جگر جلوگیری کنن. سپاسگزار. بصیره به صبرانه منتظر شما هست و ما هم قلبا سپاسگزاری میکنیم دکتر صاحب از اینکه لطف کردین اومدین و سمپل گیری در تلویزیون جهانی آریانا داشتین. امیدوارم که نتیجه همه مثبت نباشه، منفی باشه. دکتر واکسینا رو ما داشته باشیم. وقت شما بخیر. زیاد خوش آمدید. از شما هم یه جان تشکر. سپاس. امتنان از شما عزیزی که بیننده برنامه صبح زندگی هستین و موضوع خیلی مهم که امروز روز جهانی زردی سیاه بود و جناب دکتر محمد صالح احمدزی دکتر ترینر متخصص داخلی عمومی با ما
در برنامه بودن، موضوع خیلی مهم را اشاره کردیم در رابطه با انواع زردی ها، پیشگیری وقایع، و به امید روزی که هیچ هموطن ما با دچار یا مریضی های مزمن نباشند. فعلا هم بسیم علوماتی خلاقیت را میبینیم، دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشید.